سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. تأثیر مرگ ملا عمر رهبر طالبان بر اوضاع امنیتی افغانستان. وزیر خارجه ایالات متحده موافقه هسته‌ای با ایران را با رهبران عرب مطرح ساخته است. با یا تحولات در پلانهای مربوط به حفاظت از محیط زیست و طبیعت بهتر خواهد انجامید یا خیر؟ نظر بر اوضاع امنیتی افغانستان در کمتر از یک هفته بعد از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان، صحبت روی نقش زنان در پروسه مصالحه و ادامه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کشورهای شرقی میانه و نظریات او در مورد موافقه هسته‌ای با ایران در اخبار و گزارش‌های این ساعت برنامه شامل است. با سلام به شما بیننده تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز دوشنبه 3 ماه آگوست سال 2015 میباشد. لینا رزبه هستم و برنامه را با این گزارش آغاز می کنم. وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان میگویند که با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان، این گروه روحیه خود را از دست دادند و این باعث پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان در بسیار نقاط گردیده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته 40% در وضعیت امنیتی افغانستان بهبودی به میان آمده است. در ماه های پسین گروه طالبان حمله هایشان را در بخش های گوناگون افغانستان افزایش دادند و در برخی از بخش ها با نیروهای امنیتی این کشور به درگیری شدید پرداختند. اما پس از آوازه مرگ ملا عمر رهبر طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان میگویند که طالبان کاملا در جنگ ناتوان شدند و در یک هفته گذشته تلفات سنگین بر آنان وارد شده است. در وضعی امنیتی تغییرات آمده و او تغییرات ایست که اونا ضعیف شدن، تلفات بسیار زیاد دیدن، روحیشان شکستن و روحی قوای مسلح ما شما بسیار بلند رفتن. اکنون وزارت دفاع ملی افغانستان امروز از واپسگیری ولسوالی های المار و قیصار ولایت فاریاب خبر می دهد. ولسوالی هایی که پیش از این به دست گروه طالبان بودند. وزارت امور داخله این کشور از افزایش فشارها بر مخالفان مسلح سخن می زند و می گوید که از جنگ های روزهای اخیر برمی آید که طالبان با مرگ رهبرشان تضعیف شدند. اما برخی از کارشناسان درباره چگونگی جنگ گروه طالبان چنین دیدگاهی دارد. ملا عمر مراخون حیات و مماتش در قبال وضع افغانستان کدام ارزش قوی نداره. چرا مدیریت برنامه توسط پاکستان تنظیم شده؟ و اونا به حد کافی افراد نیابتی دارن. با این همه نهادهای امنیتی افغانستان گفتگوهای سال را به طالبان فرصت خوب دانستن، میگویند طالبان باید بدانند که فریب بیگانگان را خوردند و مرگ 2 سال پیش رهبرشان این واقعیت را آشکار ساخته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز از طریق ویدیو کانفرانس از آلمان با یک تعداد خبرنگاران در کابل روی اعضای کنونی افغانستان و تلاش برای تامین صلح صحبت کرده است. آقای غنی در سخنانش بیان داشت که بعد از تایید خبر مرگ ملا عمر، درباره اعضای جاری با صدر اعظم و لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان نیز صحبت هایی داشته است. یو ایموک صلح د دو دولتو منز که موگو پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. 14 کاله سوی چې یو نایلام سوی جنګ د پاکستان لخوا د افغانستان مخکې انجامېده، هغه وخت لاړم اسلام آباد ته او هر باره چې دوی راغلي دي ما دې باندې تاکید کړی او دلیل چې دا مسله مهمه سوې خاصتا دا ده چې اوسنی خطر د منطقوي او بین المللي توریزم هم پاکستان او هم افغانستان ته لوی خطر.
در این زمان ریاست امنیت ملی افغانستان امروز از توقیف یک شبکه 4 نفره طالبان مرتبط با شورای پیشاور در کابل خبر داده است و گفته است که این دسته از جنگجویان قصد داشتند تا ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع ملی افغانستان را هدف حملات قرار دهند. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که این افراد از مربوطات اعضای 8 امنیتی توقیف شده و همراه با آنان واسکت‌های انتحاری و مقدار سلاح نیز به دست آمده است. بپردازیم به خبرهای جهان. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در قطر با مقامات 6 کشور عرب روی توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران و مراقبت از اجرایان صحبت کرده است. جنگ در سوریه، عراق و یمن نیز در صدر اجندای این ملاقات‌ها قرار داشت. مذاکرات وزیر خارجه ایالات متحده با دیپلمات‌های ارشد بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب بعد دنبال ملاقات‌های صورت می‌گیرد که رئیس جمهور اوباما با رهبران کشورهای عرب در کمپ دیوید در ماه می برگزار کرد. آقای کری نگرانی‌های خود را در مورد روش ایران در شرق میانه اذعان کرده است، اما می‌گوید شکی نیست که در صورت اجرای طرح ویانا مصر و همه کشورهای این منطقه امن‌تر خواهند بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از گذراندن بخش عمده روز در مصر و اشتراک در یک جلسه و نشست استراتژیک با سامح شکری وزیر خارجه و تمرکز توجه روی مسائل امنیتی اواخر روز یکشنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد. اگر ایران برای منطقه بی ثبات کننده باشد، یک ایران فاقد سلاح هسته‌ای خیلی ها بهتر از آن خواهد بود که به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد. من کاملا متقاعد شدم که مصر، اسرائیل، کشورهای خلیج و هر کشور دیگر در منطقه در عوض 2 ماه از 1 سال تا 10 سال امن‌تر خواهند بود. آقای کری در دوحه امروز دوشنبه طی ملاقات‌های جداگانه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مورد سوریه بحث و تبادل نظر کرد. این جلسه سه‌جانبه غیر معمول بود، به ویژه که روسیه نخستین حامی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در آن شرکت داشت، در حالی که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا خواستار ترک قدرت وی می باشند. لیلا ماحبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اردوی ایالات متحده بر روز یکشنبه یک ویدیویی را که گفته شده است تهاجم هوایی موفقانه ائتلاف را علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق نشان می‌دهد و نشر سپرده است. در اعلامیه اردو آمده است که این تهاجم هوایی به همکاری حکومت عراق صورت گرفت. ایالات متحده و متحدین آن حدود 18 تهاجم هوایی را علیه گروه دولت اسلامی در عراق و 6 تهاجم هوایی را در سوریه بر روز یکشنبه انجام دادند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه مقررات جدیدی را به منظور کاهش میزان نشر گاز کربن از مراکز تولید انرژی این کشور اعلام کند. هدف این تصمیم حفاظت از محیط زیست ذکر شده است. پلان انرژی پاک رئیس جمهور اوباما اتکا بر تولید برق از زغال سنگ را کاهش می‌دهد و در جهت استفاده انرژی قابل تجدید به پیش می‌رود. هدف این است تا دستگاه‌های تولید برق انتشار گاز مضر کربن را تا سال 2030 در مقایسه به میزان آن در سال 2005 32% کاهش دهد. هر ایالت به صورت منفردانه مکلف خواهد بود تا برای نائل آمدن به این هدف پلان مشخص خود را ارائه کند. رئیس جمهور آمریکا در یک پیام ویدیویی که روز یکشنبه در صفحه فیسبوک قصر سفید نشر شد گفت تغییر اقلیم برای یک نسل دیگر یک مشکل نیست. آقای اوباما بر تأثیرات جدی این پلان تأکید ورزیده گفت اقلیم به گونه‌ای در حال تغییر است که اقتصاد، امنیت و صحت ما را تهدید می کند. این یک نظریه نیست. معلومات واقعی است که در جریان چندین دهه به صورت دقیق و محتاطانه جمع‌آوری شده است و اتفاق نظر علمی در مورد موجود است و این تغییرات بر زندگی فعلی ما تأثیرات جدی دارد.
آقای اوباما به تابستان‌های گرم‌تر، سطح بلندتر آب ابهار و موج مکرر گرمای شدید اشاره کرد و همه این تغییرات را فاجعه بار خواند که مجادله با آن بسیار گران و خطرناک است. انتظار می‌رود که پلان جدید با مخالفت‌ها نیز مواجه شود، زیرا شرکت‌های تولید برق و کنگره ایالات متحده که رهبری آن را جمهوری‌خواهان بر عهده دارند، سوالاتی را در مورد مصارف اصلاحات و تأثیر آن را بالای مصرف کنندگان مطرح خواهند کرد. سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده، از ایالت غنی از زغال سنگ کنتاکی، مقررات جدید رئیس جمهور اوباما را عامل از بین بردن شغل می‌خواند. لازم است برای مهار ساختن این همه اقدامات قانونی هر آنچه در توان داریم انجام دهیم. انتظار می‌رود که 25 ایالت آمریکا مقررات جدید را با آزمون بکشاند و در نهایت این موضوع ممکن به محکمه عالی ایالات متحده ارجاع شود. با این حال، شرکت‌های تولید برق تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ را کنار گذاشتند و در عوض از گاز طبیعی و منابع انرژی قابل تجدید مثل انرژی آفتابی و انرژی بادی استفاده می‌کنند. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی حکومت، در نتیجه این اقدام بین سالهای 2011 تا 2013 میزان انتشار گاز کربن ناشی از سوخت زغال سنگ در دستگاه‌های تولید برق سراسر ایالات متحده 13% کاهش یافت. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. موازی با بیم و امید گفتگوهای صلح با طالبان، نگرانی‌های زنان در افغانستان از بابت به مخاطر افکنده شدن دستاوردهایشان در مصالحه با طالبان نیز همیشه وجود داشته و زنان می‌خواهند که در جریان گفتگوهای صلح با طالبان در حاشیه باقی نمانند. از جانب دیگر، جمعی از فعالین زن دیروز علیه آنچه مراسم فاتحه گونه برای ملا عمر در کابل خوانده شده بود دست به اعتراض زدند. در مورد این گونه نگرانی‌ها و دلایل آن، البته از خانم منیژه یوسف‌زاده، فعال حقوق زن و عضو جامعه مدنی افغانستان، دعوت به ملاورده این تا نظرت خود را با ما در میان بگذارن. خانم یوسف‌زاده، سلام بر شما، ممنون از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان را به مثابه چه پیام برای زنان افغان تلقی میکنین؟ آیا وفات و یا درگذشت او اکنون امیدی را برای زنان افغانستان به بار آورده یا خیر؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز. من فکر میکنم که خطرناکتر از خود شخصی به نام ملا عمر اندیشه طالبانی و اندیشه ملا عمری است که در افغانستان متاسفانه از دوره حکومت اینها شکل گرفته و این نگرانی آنقدر عمیق هست و جدی هست که ما فکر نمیکنیم ما زنها با مردن یک شخصی به نام ملا عمر خوشحال شویم. چیزی که بحث از قابل بحث است هستش که چه کسی بعد از ملا عمر روی مذاکره صلح میشینه و صحبت میکنه و از طرف دیگه تصمیم گروه به نام طالبان در مورد آینده زنان افغانستان و آزادی‌های مدنی اونها که در 13 سال گذشته او را به دست آوردن چی خواهد بود؟ بله، خب برخی از خانم‌های افغان دیروز در برابر آنچه مراسم فاتحه گونه‌ای برای ملا عمر در کابل داشته شده بود واکنش تند نشان دادن. چنین یادبودهای ملا عمر از سوی برخی افراد از چه لحاظ برای زنان نگران آفرین بوده میتونه؟ در واقع گرفتن مراسم فاتحه برای ملا عمر به این معنا است که یک عده زیادی یا یک کتله‌ای در افغانستان هنوز موافق اندیشه های طالبانی هستند. نگرانی زنان افغانستان در واقع همی بود که دیروز یک عده مظاهره کردند و در ولایت های مختلف هم امروز و فردا هم مظاهره دارند و یک ملا عمر در گذشت من فکر میکنم شاید یکی از آرزوهای زنان افغانستانی بود که یک که چهره‌های متحجر که در تاریخ افغانستان به سیاهی کشان از دنیا رخ ببنده. ولی آن چیزی که مهمتر هستی است که کسانی که میاین مراسم فاتحه میگیرن به نحوی میخواین یادبود ای را یاد ای شخص زنده نگه دارن و به نحوی میخواین اندیشه های طالبانی را نگه دارن و به جامعه او را انتقال بتن و از طرف دیگه یاد کردن ملا عمر به حیث یک مجاهد نستوه میتونه یک توهین
بزرگ به مردم افغانستان باشه که در 13 سال گذشته به خاطر حملات تروریستی، حملات انفجاری جان خودشان از دست دادن و علت اساسی که مردم افغانستان و به خصوص زنان افغانستان با گرفتن مراسم فاتحه برای ملا عمر مخالف هستند به این خاطر هست که ما می‌خواهیم که این شخص به عنوان یک چهره سیاه در تاریخ افغانستان فراموش بشه و اندیشه‌هاش دیگه تکرار نشه، ولی متأسفانه خب. یک عده‌ای می‌خواهن از این بهره برداری سیاسی بکنن و نشان بدن که اونها میتونن ادامه دار یا دایه دار کارهای ملا عمر باشن. خب در مورد رهبر جدید طالبان ملا اختر محمد منصور گفته میشه که یک فرد معتدل است. آیا شما در این مورد خوشبین هستین یا خیر؟ آیا تغییری در پالیسی طالبان در قبال زنا با رهبری ملا محمد اختر محمد منصور وارد خواهد آمد یا خیر؟ ببینید از همه روزای اول که بحث رهبری ملا منصور پیش آمد اونها به ادامه جنگ در مورد ادامه جنگ صحبت کردن و این نگرانی های زیادی را نه تنها به زنان افغانستان بلکه در مجموع به مردم افغانستان به وجود آورد. من فکر میکنم مدیریت گفتگوهای صلح بسیار مهم است که دولت افغانستان چقدر مدیریت گفتگوهای صلح مدیریت کنه و به نفع مردم افغانستان ایره ختم بده. ولی متاسفانه ما در گذشته میره شاهد بودیم با همه ای که گفتگوهای صلح بود و عده زیادی به خاطر یک عده به خاطر روند صلح به سفر میکردن به کشورهای مختلف، ولی هنوز هم افغانستان کشور در حال جنگ بود، هنوز حملات انفجاری انتحاری وجود داشت، هنوز هم تعداد زیادی قربانی میشدن. این نشان میده که طالبان به معنای واقعی به وعده های خودشان پایبند نیستن. خانم یوسف زاده، در صورتی که مصالحه با طالبان با قیمت از دست رفتن برخی از امتیازات زنان تمام شود، شما کدام یک از این دو گزینه را ترجیح میدین؟ ادامه وضعیت کنونی یا شمولیت طالب ها در نظام؟ اگر خب من نمیتونم به نمایندگی از همه نهادهای مدنی یا فعالین حقوق زن صحبت بکنم، ولی خودم به حیث کسی که برای من آینده دموکراسی بسیار مهم هست، برای من ادامه وضعیت فعلی خیلی بهتر از است که محدودیت باز وضع شود به زنان افغانستان و آزادی های اونها گرفته شود. به نظر من وقتی که بحث گفتگوهای صلح میشه، اگر ایرا در نظر نگیرن که 50% جمعیت افغانستان سرنوشتشان به کجا ختم میشه، یک خیانت بزرگ به زنانی شده که اونها رأی دادن و اعتماد کردن به حکومت وحدت ملی. من فکر میکنم که اگر ما بخوایم ادامه بده مبارزه را و اونها را ضعیف بسازیم و بعدها اونها مجبور شوند صلح کنن، بهتر از او است که اونها از یک موقف قوی وارد میز مذاکره شوند و بعد هم شرایط خودشان را به ما بقبولانند، نه اینکه اونها بپذیرن شرایط مردم افغانستان. ممنون و تشکر از شما خانم منیره یوسف زاده از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین و روی موضوع از موضع و دیدگاه یک خانم نظرات خود را با ما تشریح کردین. موفق باشین. تشکر. در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک نظر شما را در این مورد پرسیده بودیم که به نظر شما نقش زنان در پروسه صلح با طالبان تا چه حد باید جدی تلقی گردد. آقای سید آصف موسوی از کابل می نویسد نقش زنان در پروسه صلح بسیار مهم است. زن مادر است، سخن مادر تأثیر بیشتری دارد. اگر صلاحیت بیشتر به زنان داده شود بیشتر مؤثر واقع خواهد شد. خانم زرین ناصری از ولسوالی شکردره کابل نوشته است به نظر من نقش زنان در پروسه صلح بسیار مهم پنداشته می شود، چرا که نمی خواهم یک بار دیگر زنان افغانستان قربانی بازی های سیاسی این پروسه قرار بگیرند. با سپاس از تمام اعضای این صفحه که هر روز نظر می دهند و برخی از آنان نظرات خود را با ذکر نامشان در برنامه می شنوند. اگر شما نیز خانه تشریک نظر و شنیدن آن در برنامه هستید، به این آدرس رجوع کرده عضو شوید، نظر بدهید: facebook.com/voatv_ashna. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan_dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. صدها خبرنگار بر روز یکشنبه در پایتخت مکزیکو روی کشته شدن یک ژورنالیست دست به اعتراض زدند. جسد این خبرنگار که در آن جراحات ناشی از گلوله دیده می شد همراه با 4 زن یافت شد.
معترضین لواها و عکس‌های این خبرنگار را برای انتقاد از خشونت علیه خبرنگاران حمل می‌کردند. این خبرنگار به مکزیکو سیتی از ویراکروز بعد از آنکه در بیرون از منزلش تهدید شده بود متواری گردید. گروه‌های مدافع خبرنگاران چگونگی قتل وی را تحت بررسی قرار دادند. او گزارش‌های تحقیقاتی را تهیه می‌کرد. طبق معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران، حدود 34 خبرنگار از سال 1992 بدین سو در مکزیکو کشته شدند. وزیر سابق کار فرانسه قوانین کار بریتانیا را به بحران پناهجویان که به شکل غیرقانونی به اروپا می آیند متهم کرده است. وی بیان می دارد که اکثر این پناهجویان روی هدف یافتن کار در بریتانیا به این قاره می آیند. طبق قانون کار بریتانیا به افرادی که کارت هویت نیز ندارند فرصت کار داده می شود. این مقام فرانسه خواهان تغییرات در قانون کار بریتانیا شد. در این زمان بریتانیا به تشدید تدابیر امنیتی برای جلوگیری از عبور پناهجویان به خاکش متعهد شده است و جیمز بروکشنر وزیر پناهجویان بریتانیا نیز به اسکای نیوز بیان می‌دارد که حکومت روی راه‌های غور می‌کند تا این نظریه را متحول سازد که امکان یافتن کار و کسب معاش در بریتانیا ساده و آسان است. جنگ در افغانستان باعث تلفات و صدمات زیاد روانی و جسمی در میان افغان‌ها و شمول کودکان شده است، اما برخی از جوانان توانایی خارق‌العاده‌ای را برای مبارزه با این مشکلات از خود تبارز دادند. محمد سعید، پسر مخترع افغان که از دو پا معیوب است، در شهر کمبریج ایالات متحده زندگی می‌کند. همکارانم ژیلا ناصری و احمد سمیر رسولی در سفری که به شهر کمبریج داشتند با سعید از نزدیک ملاقات کردند. فکر جنگ نکو، فکر ای را بکو که تو چی میتانی بسازی که دنیا را تغییر بدی. محمد سعید، پسر افغان که از ناحیه دو پا معیوب است، در منطقه کمبریج باستن ایالت ماساچوست زندگی میکند. سعید که تا 6 سالگی راه میرفت، مادرش را از دست داده و خودش با آنکه از جنگ صدمه روحی و جسمی دیده، با آینده به خوشبینی مینگرد. یک مدت بود که من برای بسیار جگرخون شدم، که به خاطر که من آل اقا امکانات دارم، مگم در افغانستان بسیار مردم، اسپیشلی مردمی که در ویلچر هستن یا مردمی که معیوب است، برای از وان امکانات هیچ نیست. با یک وقت که من خوب سواد گرفتم و سعید تحصیل کردم، پس میرم و مردم کمک میکنم. سعید بار که راه نمی رود، اما ذهنش مانند یک کامپیوتر کار می کند. سعید با استفاده از ذکاوتش اختراعی کرده است که می تواند زندگی سایرین را در چوکی چرخدار یا ویلچیر آسان تر بسازد. اول که در این مکتب رفتم، من وارا گفتم من می خواهم یک چیزی برای خود بسازم که من چای مبانم و نان مبانم و وقتی که غذا می خورم تلویزیون سعی کنم غذا را بخورم یک جایی. من در اینترنت سعی کردم، مگم هیچ نیافتم و چیزی که من میخواستم. وقتی که در مکتب من شروع کردم، در امکانات که واره برای من نشان دادم، من افتم من خودم میره جور میکنم. من کدام کمپانی را نساختم، من میسازمش. اما سعید که از جنگ آمده بود، با آمدن در کمبریج صلح آرامش را احساس کرد. و این احساسش را در ویدیویی که درست کرده است و تصویر کشیده است. در حومه شهر کمبریج ایالت ماساچوست در نزدیکی بزرگترین پوهنتون تکنولوژی آمریکا سعید بودوباش داره. وی کتاب نوشته است، فیلم درست کرده و اکنون با ابتکارش به کمک چاپ سیزولی یا تریدی میخواهد به افراد مانند خودش در چوکی چرخدار کمک کند. سعید به خاطر اختراعش از طریق مکتب تکنیکی نوو به قصر صفحه دعوت شد و در نمایشگاه علمی سالانه شرکت نمود. اما در عقب این موفقیت محمد سعید کی قرار دارد؟ سعید اویدا مسئول مکتب نوو که وای با دیدن استعداد سعید برای وای بورس اهدا نمود و در ابتکارش به وای کمک کرد. برای ما همه شاگردان مخترع هستند. ما فقط آنها را در محیط مناسب استعداد آنها قرار می دهیم. تا 5 سال گذشته ما شاگردان با استعداد زیادی داشتیم که سعید یک مثال خوب آن است. دلیل این که برایش ما بورس دادیم این است که سعید با نظریه ساختن و اختراع اینجا آمده بود و آنقدر مهارت لازم را هم نداشت. اما ما برایش فرصت دادیم تا در اینجا هر نوع مهارتهایی را که نیاز دارد به دست بیاورد و در اخیر هم یک اختراع فوق‌العاده از خود داشته باشد. در حالی که محمد سعید با روحیه عالی و شجاعانه به آینده و سمت اهدافش می نگرد، سعید خلاق است.
استعداد خارق‌العاده‌ای که دارد و مصمم است که نمیگذارد مشکلات زندگی شکستش بدهد. دفعه اول که من اینجا آمدم، من شاگرده که دفعه اول اینجا بیا او را میگن یک عکس بکش که خودت در آینده چی میخوای شوی یا خودت در آینده چی تو میبینی. من عکس من که جور کردم اینجا هست، من در عکس من میره نشان میده که دفعه اول من پایای من از دست دادم، دفعه دوم من آرزوی خود از دست ندادم، بسیار کار کردم به استعداد رسیدم، دفعه آخر در آینده همه میخواییم یک سوپر هیرو شوم که بتانم مردم کمک کنم. دیوید وانگ یکی از استادان مکتب تکنولوژی نووست. وای از نزدیک با سعید کار نموده و در مورد سعید یک نظر خاص دارد. سعید شاگرد عالی است. شاگردان ما در اینجا به جهت نوآوری می روند. ما برایشان پروژه عملی می دهیم تا آنها به علاقمندی و اراده خودشان یک چیز بسازند. اما سعید شاگرد بی‌نظیر است. وای مانند استیو جابز شرکت اپل با یک دیدگاه یگانه اما خاص اینجا آمده است که هم خوب است و هم بد، اما او می خواهد چیزی بسازد که زندگی خود و دیگران را در چوکی های چرخدار آسان بسازد و تا حال کارهایی که انجام داده فوق‌العاده است. اما محمد سعید بانک 6 سال در امریکاست، کشورش افغانستان را فراموش نکرده است. او در حالی که با خانواده‌اش از طریق اینترنت به تماس است، درباره معیوبین و به خصوص کودکان و نوجوانان معلول و معیوب فکر می کند. سعید می خواهد با این اختراعش بتواند روزنه امید را تا حد برای آنها بگشاید. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. با افزایش تعداد موترها در جاده ها، تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه در کشورهای پیشرفته یک امر پیچیده و پرمصرف شده است. ساینسدانان و مؤسسین مرکز ترانسپورت پیشرفته پوانتون مریلند از تکنولوژی بصری، بازی ها و شیوه های تقلیدی استفاده می کنند تا با مقامات و متشبثین در تنظیم و اداره شرایط متغیر ترافیکی کمک نمایند. در این گزارش جورج پوتش، گزارشگر صدای آمریکا، نظری بر این موضوع افکنده که از همکارم می شنوید. در مجله آنلاین اقتصادی موسوم به فورد.com آمده است که در سال گذشته ازدحام ترافیکی خسارات مستقیم و غیر مستقیم 124 میلیارد دلار را به آمریکایی‌ها وارد کرده است. این رقم می‌تواند در 2030 به 186 میلیارد افزایش یابد. ولی ساینسدانان در لابراتوار مرکز ترانسپورت پیشرفته پوانتون مریلند می‌کوشند تا این مصارف را با ایجاد سیستمی کاهش دهند که با تنظیم کنندگان، پلانگذاران، عملی کمک‌های اولیه یعنی اطفائیه و پلیس و متشبثین در پلانگذاری و رسیدگی بهتر کمک میکنند. مایکل پک رئیس این مرکز است. در هر یک دقیقه ای که یک خط موتر رو بر روی جاده بزرگ مسدود می باشد، شانس وقوع یک حادثه دیگر به 30% بالا می رود. اگر ما بتوانیم که پاسخ دهندگان اولیه یا اطفائیه و پلیس را به صحنه حتی زودتر از یک دقیقه بفرستیم و آنها محل حادثه را زودتر از یک حادثه باز نمایند، این امر تأخیر و ازدحام مجموعی را به گونه قابل ملاحظه کاهش می دهد. لابراتوار این مرکز معلومات را از منابع مختلف به شمول آخذه‌های کناره جاده، تجهیزات جی پی اس موتر و حتی تلفن‌های موبایل شخصی جمع‌آوری می‌کند. ما مردم را ردیابی کردن نمی‌توانیم، ولی اگر 50 موتر در یک قسمت جاده به سرعت 30 مایل فی ساعت حرکت کند، آن را تشخیص کرده می‌توانیم. حدود 60 محصول یک جا به 30 تن از سازندگان سافت‌ویرها یا نرم‌افزارها به گونه متداوم تردد وسایل نقلیه را نظارت می‌کنند، سرورها را مدیریت می‌کنند و سافت‌ویرها و وسایل را ایجاد می‌کنند که در تردد روان‌تر و محفوظ‌تر وسایل نقلیه کمک می‌کنند. برخی از آنها این معلومات آماری را به گونه بصری مبدل می‌سازند تا با پاسخ دهندگان اولیه در به دست آوردن معلومات بهتر از وضعیت کمک کند. این مرکز یافته‌های خود را با کارمندان اطفائیه، پلیس، ریاست‌های ترانسپورت و گارد ملی و همچنان پوانتون‌ها و شرکت‌های ترانسپورتی شریک می‌سازد. جستجوگر گوگل برای وبسایت‌های ترافیکی خود از معلومات این لابراتوار استفاده می‌کند. این معلومات غیر حساس را با مردم عامه و یا با آن کس شریک می‌کند که می‌خواهد در تردد سهل وسایل کمک کند.
tell you what's going on. دستگاه ما به شما میگوید که به چه کسانی خبر داده شده است که به صحنه بروند. آنها در چه مدت به آنجا رسیدند؟ برای چه زمان در آنجا بودند؟ چه کردند؟ و آیا هلیکوپتر تیبی بر زمین نشست؟ کدام خط ترافیک مسدود است و برای چه زمان؟ What did they do on the scene? پک میگوید که هدف نهایی ایجاد یک سیستم مساعد و فعال از اشاره های جاده هاست که با یک دیگر و با وسایل در جاده ها در تماس باشد. در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم، ولی فراموش نکنید که موضوع امشب برنامه صحبت با رادیو آشنا و یا گفت و شنود تلاش شاروالی جهت ایجاد سهولت برای شهروندان است. امیدوارم شنیدن این برنامه و تماس با آن را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع د زمونږ رسالت ده. دا شا تلویزیون د خبرونه په دوام کې د افغانستان حکومت د بهرنۍ او مالی کومکونو په لړ کې د بودیجې په اړه معلومات ورکړل. آیا لا هم د بودیجې د کسر په اړه اندېښنه موجوده ده؟ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اتمی موافقې په اړه په منځني ختیځ کې د متحدینو قناعت ورکولو ته دوام ورکوي. او آیا د اقلیم پراخ بدلون په وړاندې نیول شوي تصمیمونه به د یو پاک او خوندي چاپیریال سبب شي؟ د آشنا ټلویزیون سره اوسئ. سلام درنو لیدونکو، تاسو منځنی ختیځ ته د خاغلی کیری او د اقلیم د بدلون په اړه د تفصیلي معلوماتو سربیره نور مهم نړیوال خبرونه هم ګوري. خو د جمهور رئیس غنی د نننیو څرګندونو او د افغانستان د امنیتي وضعیت او سولې خبرو په اړه راپورونه ورزونې هم لرو. هیله د نیم ساعت نور د خبرونې سره اوسئ. د افغانستان امنیتی ارګانونه وایي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر د خپرېدو نه وروسته دغې ډلې خپل مورال د لاسه ورکړی دی او د جګړې په ډیرو برخو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. تر دې مخکې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېدل او په ډېرو سیمو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو خبرونه هم ورکړل شوي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي د ملا عمر د مرګ د اوازو له رښتیا کېدو نه وروسته طالبان په جنګ کې ناتوانه شوي دي او په تېره یوه اونۍ کې ورته سخت تلفات اوښتي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د امنیتي ځواکونو د برلاسیتوب یادونه کوي. در وضعی امنیتی تغییرات په امنیتی وضع کې تغییرات راغلی او هغه تغییرات دادی چې حقوقی کمزوري شوی او زیات تلفات او مرګ ژوبله ورته وخت ده. د دوی روحیه ماته شوی او زموږ د وسلوالو ځواکونو روحیه زیاته لوړه شوې ده. یو ساعت مخکې د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د طالبانو یو څلور کسیزه ترګره ډله یې نیولې ده. دغې ډلې غوښتل د ارګ په ماڼۍ او ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د ایتلافي ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دا کسان د کابل ښار د اتمې ناحیې په سیمو کې نیول شوي دي. رپورټ وایي چې دغه څلور کسان د پېښور د شورا سره تړاو لري. بلخواته جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د پخې د درملنې دپاره لا هم په جرمني کې دی، نن یې په روغتون کې د خپل بستر نه د افغانستان د امنیتي وضعیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو په هلو ځلو د یو شمېر رسنیو سره د ویډیویي کانفرانس د لارې نه خبرې وکړې. ښاغلی غنی وایي ترګري د سیمې او جهان دپاره خطر دی او باید ټول یې په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې، موږ او پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. څوارلس کاله سوی چې یو نایلام سوی جنګ د پاکستان لخوا د افغانستان مخکې انجامېده. هغه وخت لاړم اسلام آباد ته او هر باره چې دوی راغلي دي ما دې باندې تاکید کړی او دلیل چې دا مسله مهمه سوی خاصتا داده چې اوسنی خطر د منطقوي او بین المللي توریزم هم پاکستان او هم افغانستان ته لوی خطر. جمهور رئیس غنی په همدې ویډیوي کانفرانس کې ویل چې روغتیایي وضعیت اوس ښه شوی دی او هیواد ته به ژر ستون شي.
د افغانستان د امن د پاره هم د نړیوالو په مرسته جګړه روانه ده او هم د افغانستان د حکومت په مشرۍ د طالبانو سره د سولې خبرو کوششونه کیږي، خو بل اخره څوک د ولس د مسؤلیت د پاره د امنیت مسؤلیت لري او په کوم شرطونو باید د وسوالو مخالفینو سره د سولې روغه جوړه وشي؟ په دې اړه باندې د حزب اسلامي د اجرایه شورا د غړي عبدالجبار شلګری صاحب نظر اخلو. شلګری صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم. یوه لنډه پوښتنه ستاسو د ګوند په اړه کوم چې دا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم د وسلوالو مخالفینو یوه مهمه ډله مخالفه ډله ګڼل کیږي، تاسو ورسره څونه په ارتباط کې استئ او په څه ډول د جګړې لاس اخیستی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو او د تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته اوروم. لکه څنګه چې تاسو شاید خبر یاست، حزب اسلامي سره حکومتیار صاحب د هغوی مشري کوي او تر اوسه د افغانستان سره په اوسني حکومت او نظام سره په مخالفت کې ده. هغوی په تېرو وختونو کې بېل بېلې طرحې وړاندې کړې دي، خپل حیاتونه یې رالېږلي دي. یعنې د هغوی ستراتیژي او د افغانستان د صلحې او د جنګ د خاتمې په رابطه باندې هغوی بېلې طرحې او نظریات لري چې د دوی حیاتونه کابل ته په وار راغلي دي او د صلحې په راتلو باندې خپله طرحه ورکړې ده. هغوی غواړي د هغو طرحو په بنا باندې دوی طرحه کړې دي په افغانستان کې جنگ ته خاتمه ورکړه. متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت لخوا یعنی په تیر کې دا خبرو نتیجې ته نه دی رسېدلې. یوه لنډه پوښتنه بلم په همدې اړوند کوم، تاسو د همدغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي د اجرایه شورا غړی یاستئ؟ تاسو ته معلومه ده چې حزب اسلامي په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیت لري او هغه د افغانستان د نافذه قوانین او سره سم د عدلیه په وزارت کې حزب اسلامي هلته یو له هغو قوي سیاسي احزابو څخه راجستر ده. ډېر افه غواړم چې خبرم قطع کړي، که چېرته د عدلي وزارت سره ثبت اوسي او سیاسي فعالیت وکړي، د هر ډول وسلوال مخالفت غیر قانوني حسابېږي. پوښتنه مې دا ده چې حکمتیار صاحب چې د دې حزب اسلامي مشري کوي، تاسو د همدې حزب اجرایه شورا غړي یاست؟ زه د کوم هغه حزب چې د افغانستان په عدلیه وزارت کې ثبت ده او پیلنې قیادت د عبدالهادي ارغندوال صاحب په غاړه باندې ده، او هغوی دلته اجرایه شورا لري، د محسنو شورا لري، د هغې شورا وضعیت لرم. جواب مې واخیستو، بالکل معقول. یوه بل اړخ ته اوس راځم، اصلي بحث ته، چې دا د ملا محمد عمر د مرګ نه وروسته د طالبانو ترمنځ په رهبرۍ کې د اختلاف څرګند راپورونه خپرېږي. فکر کوئ چې طالبان د مشر په تعین کې خپلواک نه دي، ستاسو برداشت څه شی دی؟ ګوره، دا خبره خپله د طالبانو له سپوپو څخه د هغوی بېلو بېلو ډلو دا خبر راپورته کړې. کله چې اختر محمد منصور د ملا محمد عمر ځایناست اعلان سو د کوټې د شورا د اعضاو لخوا باندې همدې دغه حرکت، یعنې طالبانو د حرکت لخوا بېلو بېلو ډلو مخالفت اعلان کړ. حتی تر دغه حتی بوریس وویل چې دا د پاکستان د ایسای لخوا د ځینو همدا وویل، او دا د هغوی د فشار په نتیجه کې هغه څوک چې د پاکستان د ایسای سره اړیکې لري د هغوی لخوا اختر محمد منصور د طالبانو د تحریر مشر په صفت باندې غوره شوی ده، او د ابتدایي محض حتی له تر دې حده پورې هم خپل اظهارات درلودل چې ګواکې اختر محمد ملا محمد عمر په خپل طبیب مرګ باندې نه وژل سوی، بلکې هغه وژل سوی ده. او هغه خو هم د اختر محمد د ملا اختر محمد منصور او د هغې د پلویانو لخوا په قتل باندې رسېدلی ده. په دغه انداز کې تر اوسه هم د دغو ډلو اختلاف د مشر په د ټاکلو په صفت باندې اختلاف موجود ده. نه نه لږ به واضح کړو، د ملا محمد عمر ورور او زوی اعلامیه چې په کوم نامه خپرې کړي دي، هغه د دغې مشرۍ سره مخالفت ښیي چې ملا اختر محمد منصور باید امیر المؤمنین اعلان شي، مشر اعلان شي، او دوی خپل ځان پیغام هم ورکړو، دوی ومنله چې مشر تعین دی. ګوره، ما ارزو کړ نن د طالبانو د اسلامي امارت ترونال لاندې یوه
اعلامیه خپره سو او غوی وویل سی د طالبانو د تحریک مشر باید ملا محمد مد د پاتې د مراسمو څخه وروسته د لوی شورا پر غونډې دو سره ټاکل کیږي. دا د دې معنی ورکوي د په اصطلاح دغه ټاکنه دوی ته د قبول وړ نه ده. هغه څوک چې همدغه اعلامیه خپره یې همدانن نن دا اعلامیه د طالبانو د اسلامي تحریک د شورا لخوا چې خپره شوې ده. د ملا محمد عمر کورنۍ هم بېلې بېل اعلامیې خپرې کړې دي، ویلې چې هغوی ګواکې په یو اعلامیه کې ځان بېطرفه ښودلی وو. زموږ د ملا اختر محمد د ټاکنې سره یې یعنې ضمني شکل مخالفت نه و ښولی. خدای ویلي وو چې دا باید افغانستان کې ټول علما نظامي قومندانان او د طالبانو د اسلامي تحریک او دیني علما دا راټول سي. تر ډېره پورې همدا اوس چې آشنا ټلویزیون لیدونکي خصوصا هره ورځ اوري ګوري چې د طالبانو په نوم وسله والې ډلې یا د بل حزب اسلامي په نوم وسله والې ډله چې مخالفت کوي د نظام سره یا بل هر ډله چې ده، دوی ټول تقریبا مشابه شوار لري، آینه بیرغ لاندې پایني فعالیت غواړي او آینه ایډیا لري یا فکر لري. بلاخره په کم شرط سره د وسله والو دغو مخالفینو ډلو سره سوله کول ممکن ښکاري ستاسو په نظر؟ آشنا صاحب، د افغانستان مسلمان ولس خو پرته له هیڅ ډول شرایطو څخه نن تر هر څه صلح راتلو ته منتظر دی او غواړي چې په افغانستان کې د جنگ خاتمه راسي. او هیڅ هغه ډله چې له دې وروسته د په افغانستان کې د جنگ په دوام او تداوم باندې ټینګار وکړي، د افغانستان د ولس ملاتړ به په هیڅ شکل د هغوی ډلو سره نه وي، بلکې د هغوی به مخالفت اعلان کوي. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت یو مشخص ستراتیژي ولري د صلح پر راتلو باندې او د افغانستان د ملت حمایت د دغه سره باید موجود وي. تاسو واورېدل چې تېرو ورځو کې دلته په کابل کې یوه غونډه وله په تعصب سره، هغه چا هم ملا صاحب محمد عمر امیر المؤمنین یاد او ویل چې د هغوی کړنې او جهاد به د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو باندې سپسي. او دا د افغانستان هغه سربازان او ته پولیسو ته د اردو منصوبینو ته چې هر ورځ هغوی قتل کیږي، حتی هغوی حلالیږي په بدخشان، په کندوز، په بغلان، غزنی کې موږ هر ورځ دغسې پاجو شاهد یو. دغه اوس نه ویل کیږي دغسې غونډې چې د کابل په پایتخت کې د دغه نظام تر سیوري لاندې هغه کسان چې د افغانستان د نظام نه یو معاش نه بلکې درې ډوله معاشونه په ډالري معاشونه اخلي، هغه بیا دغه کړنې ورته جهاد بولي او دا داسې کړنې بولي د افغانستان په تاریخ کې به زرینو کرښو باندې ثبت وي. نه پوهېږم چې د افغانستان حکومت بیا هغه پولیسو ته چې هغه د جهاد د وطن نه د دفاع په سنګرونو کې ولاړ دي، د هغوی والدینو ته هغه څوک چې شهیدان شوي دي څه جواب لري؟ چې کله یوې خوا دغه جنګ رښتیا هم جهاد وي او امیر المؤمنین ملا محمد عمر و، نو دغه کسان په کابل کې څه کوي؟ د امیر امر خدا و د امیر المؤمنین چې هغوی راسي جهاد په سپونو کې ودرېږي، دوی بیا د څه دپاره دلته دوه او درې ځایونو کې ډالري معاشونه اخلي؟ هغه معاشونه چې د امریکایي کومکونو څخه یا د غربیانو د کومکونو څخه اجرا کېږي، دوی به هغه اخلي؟ د دې جواب د افغانستان حکومت حتماً د دغو شهیدانو پاملونو ته ورکوي. جواب هم واخستو شلګری صاحب، ستاسو د خبرې نه داسې ښکاري چې تاسو د همدغه خلکو مخالف هستئ چې چای غم شریکی په کابل کې کړی و څو ورځې مخکې. په هر صورت ډیره مننه کوم چې زمونږ بلنه منلې وه په دې مهم بحث کې تاسو ګډون وکړو. انداز ما شخصي نظر نو بالکل مننه، خصوصا هغه بالکل و امرید، ډیر تشکر. درنو لیدونکو، د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ ستاسو نظر غوښتو چې ستاسو په نظر باندې افغان طالبان په دې روانې جګړې سولې کولو کې او د خپلو مشرانو په ټاکلو تصمیم نیولو کې څومره خپلواک دي. یو شمیر دوستانو د اکمالاتو په وخت لیږلو او دوامدار ارتباط لرلو باندې تاکید کړی دی، خو یو شمیر نورو لکه حشمت الله اندیښمن د مزار شریف نه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې ازادي او پریکړه باید هغه کسانو ته ورنکړل شي چې د سولې بهیر ته نوی راغلی دي، ځکه چې هغوی په خپله نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. بل د آشنا ټلویزیون مینوال جاوید اریوبی نومیږي، ده د پیښور نه په خپل پیغام کې لیکلي چې زما په اند طالبان جسمن خپلواک دي خو فکرن ازادي نه لري او فکرونه یې تسخیر شوي دي. بل دوست پکې محمد الیاس افغان نومیږي، ده د کابل نه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې نه افغان طالبان خپلواک دي نه هم افغان دولت خپلواک دی. رښتیا به سره ووایي.
مننه دوستان چې تاسو د شان ټلویزیون سره د امنیتی مسایلو اړوند خپل نظرونه څرګند کړی دی. هیله ده چې همدا شند نورو مسایلو په اړه هم د امریکا غاک د شان ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه خپل نظرونه همیشه شریک کړي او د شان ټلویزیون د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کړي او د نورو دوستانو سره هم شریک کړي. د مالیه وزارت وی چې سکالیه په ملي بودیجه کې کېده شي 10 میلیارد افغانۍ کسر ولري، خو بل لور ته د افغانستان پارلمان وی چې سکال په ملي بودیجه کې د دومره کسر اټکل یې د وړاندې نن نه وکړي او په ملي بودیجه کې د 10 میلیارد افغانۍ کسر د اندېښنې وړ دی. رحیم ګل څاروان په دې اړه باندې پوره راپور لري. د افغانستان د مالی وزارت د 1400 نیوم لمریز کال په ملي بودیجه کې د 100 میلیارد افغانیو د کسر د وړاندوینې خبر ورکوي او وایي چې دا کسر د دې کال د بودیجې 4% کې جوړوي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي د مالی وزارت د ملي بودیجې د کسر ته اندېښنه نه لري، ځکه د ملي بودیجې د کسر جبرانولی شي. نو موږ 100% بودیجه چې پیشبینی کړې دا ټول په مصرف نه رسول کیږي، یعنی موږ لدې نقطې څخه د کوم مشکل سره نه مخ کیږو. زموږ د مصرف فیصدي چې د بودیجې واحدونو لخوا تر سره کیږي دا 100% کې نه ده. موږ کولای شو دغه مسله مخه ونیسو. د 1400 نیوم لمریز کال په لومړي دوه روبو کې تر اوسه ملي بودیجه په منځنۍ کچه 14% کې مصرف شوې ده، چې د عادي بودیجې 20% او د پرمختیايي بودیجې 20% کې تر اوسه لګیدلې ده. د 1400 نیوم کال ملي بودیجه 3.1 میلیارد افغانۍ تخمین شوې، چې په دې کې 2.3 میلیارد افغانۍ عادي او 1.25 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. خو د مالی وزارت لوري په ملي بودیجه کې د 100 میلیارد افغانۍ کسر پارلمان اندېښمن کړی دی. د پارلمان مالی او د بودیجې کمیسون وایي د سکال د بودیجې لپاره دوی لوړاندې د 4 میلیارد افغانۍ د کسر وړاندوینه کړې وه. د دې کمیسون غړی محمد اکبر سانګزای وایي د 100 میلیارد افغانۍ کسر د اندېښنې وړ دی. دوه یعنی لتون لري سی یو د عواید نه راټولول او بل دغه نوې ادارې سره ایجاد سولې د دوی هغه معاشات او پیسې ورکول دي لکه ریاست اجرایه. د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی لا تر 100 میلیارد افغانۍ هم د زیات کسر وړاندوینه کوي. زه دا عرض کول غواړم چې دا کسر تر 100 څخه زیات دی. په دې چې دغه وخت څخه چې دوی دا څه تصویب کړي او بودجه قدرت د خرید یا اخیستلو د افغانۍ ډیر زیات وو. که څه هم د معاشاتو د تادیاتو په اړه د مالی وزارت وایي چې څه ستونزه نه لري او 4.5 بودیجوي واحدونو ته او یا په 100 کې بودیجه تخصیص کړي، خو لا هم داسې راپور نشته چې په ځینو عمده ادارو کې له 2 میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکړل شوي. که څه هم هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره څوک پیدا کړو، ولې څوک حاضر نه شول. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. آشنا ټلویزیون مهم خبرونه ګوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قطر کې دی چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د خوانه د ایران سره د اتمی موافقه په اړه د عربي چارواکو اندېښنې لري. کی څه فکر کوي، هغه خپل دغه هدف ته نږدې شوی دی او کنه؟ د کایسته سعادت لامی په راپور کې به دا پوښتنه ځواب شي. جان کیری نن د دوشنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. دا شورا چې د عربي نړۍ شپږ ځواکمن سنی غړي هیوادونه لري، د ایران سره د اتمی کړکیچنې موافقه څخه ویره لري او دا چې شیعه ایران به له دې لارې په سیمه کې خپل ځواک لا پراخ کړي. ایران د سیمې د بې ثباته کولو په فعالیتونو کې دخیل دی او له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې په دې ځان ډاډه کړو چې د ایران اتمی پروګرام سوله ایز پاتې شي. د ایران پرته د سوریې، عراق او یمن په اړه هم خبرې د ښاغلي کیری په اجنډا کې شامل دي. د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو څخه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره دا غونډه د سکال می د میاشتې د غونډې بل پړاو دی. جمهور رئیس اوباما په کمپ ډیوډ کې د عربي هیوادونو د مشرانو په ګډون د دغه راز یوې غونډې کوربتوب کړی وو. قطر ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم په تیره اونۍ کې سفر کړی وو. هغه په کویت او عراق کې هم تم شوی و چې په اتمی موافقه کې د ایران اړخ په ډاګه کړي. د دوشنبه په ورځ به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دوحا کې په جلا توګه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر سره وګوري، ترڅو د سوریې په اړه ورسره خبرې وکړي.
په هغه مخکنۍ غونډه کې جمهور رئیس اوباما د عربي هیوادونو د یو شمېر مشرانو سره د امنیتي همکاریو ژمنه وکړه او د ایران د احتمالي خطر په وړاندې د دفاع په موخه دغو هیوادونو ته د دفاعي چارو د وسلو د خرڅلاو بهیر هم چټک کړ. ښاغلی کیری په منځني ختیځ کې د ایران د طرز العمل په اړه اندېښنې ومنلې، خو وویل چې د دې اندېښنې د حل لارې چارې به هغه وخت لا اسانه وي چې ایران اتمي وسلې جوړې نه کړي. هغه ویل چې په ویانا کې د ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو لخوا د اتمي چارو لاسلیک شوې موافقه چې تیره میاشت نهایي شوه دغه هدف ته د رسیدو تر ټولو غوره لار ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې که د ویانا پلان عملي شي نو دا پلان به مصر او د دې سیمې ټول هیوادونه تر پخوا ډیر مسؤون کاندي. دا درې اړخیزه غونډه غیر معموله ده، په ځانګړې توګه چې روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې سعودي عربستان او متحده ایالات د هغه د لرې کېدو غږ کوي. خایسته صدت لمی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. بلخوا د متحده ایالاتو وسلوال پوز د یک شنبه په ورځ په یو ویډیو کې په عراق کې د داعش په وړاندې د ټلوالي بریالي هوایی بمبارد خودلی دی. د متحده ایالاتو پوز د یو اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د اګست په لومړۍ نیټه باندې د عراقي حکومت په همکارۍ مخمور ته څیرمه هوایی بمبارد په بریا سره د داعش د چاودیدونکو موادو مرکز ویجاړ کړو. د متحده ایالاتو پوز د یک شنبه په ورځ دا وویلي چې متحده ایالاتو او متحدینو یې د شنبه په ورځ په عراق کې د داعش په وړاندې 1300 بریدونه کړي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د 1300 بریدونو په ترڅ کې د عراق په اوو ښارونو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ډلې اهداف ویشتل شوي دي او نږدې څلور یې د موصل او زره مادي په ښارونو کې ترسره شو. په سوریه کې د شپږو بریدونو له جملې نه څلور بریدونه د کوباني په ښار کې چې له ترکیې سره نږدې سرحد لري هم شوي دي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به په رسمي ډول د هوا د تودوخې سره د مبارزې په لړ کې د کاربن ګازونو د اخراج راکمولو پلان اعلان کړي. دغه پلان په کانګرس کې د هغو ایالتونو د استازو د سخت مخالفت سره مخ دی چې سکاره تولیدوي. د هوا د تودوخې ستونزه د راتلونکي نسل ستونزه نه ده، نور به یې راتلونکي نسل ته نه پرېږدو. ولسمشر اوباما تر رسمي اعلان وړاندې چې د چاپیریال په برخه کې به د هغه د دورې میراث وي، په فیسبوک کې د ویډیو له لارې د عملي ګامونو د اوچتولو غوښتنه وکړه. د انرژي بټۍ د کاربن د مضر ګازونو د تولید یوازنی او تر ټولو ستر تولیدونکی دی چې د هوا پر تودوخي او ککړوالي اثر کوي. فکر وکړئ، تر اوسه پورې هیڅ فدرالي لایحه نشته چې دغو بټیو ته د ګازونو د اخراج حد وټاکي. هدف دا دی چې تر 2030 کال پورې د ګازونو د اخراج کچه 30% راټیټ شي. د پلان له مخې یوازې هدف ټاکل شوی دی او ایالتونو ته واک ورکړل شوی دی چې د پوره کولو لارې چارې ولټوي. واضح ده چې رای ورکوونکي د اقتصاد او روزګار په اړه فکر کوي. د سنا رئیس جمهور غوښتونکی دی او د کینټکی د ایالت دی چې پریمانه سکار لري. هغه دغه پلان د روزګار د لمنځه وړلو پلان بولي. موږ باید هڅه وکړو چې دغه قانوني برید مخه ونیسو او د همدې عمله موږ هغومره اقتصادي پرمختګ هم ونه کړ څومره چې د رکود نه وروسته تمه کېدله. متحده ایالاتو تیر کال د چین سره یو هوکړلیک لاسلیک کړی و چې دغه هیواد به د کاربن د ګازونو اخراج کموي او چین به د شنو کور یا ګلخانهی ګازونو تولیدي منابع نه زیاتوي. زه دغه موافقه ډیر زورولې یم. په دې موافقه کې راغلي دي چې چین به شپاړس کاله هیڅ هم نه کوي، خو د کاربن د تولید دغه لایحې زما په ایالت او د دې هیواد په نورو ایالتونو کې سخت بحران رامنځته کړی. نور هیوادونه لکه مکسیکو هم د دې ډول ګازونو په راکمولو کار کوي. هیواد مو باید د نړیوالو توافقاتو د پوره کولو لپاره ګامونه واخلي، خو باید خلکو ته کارونه د انرژي سکتور کې اصلاحات او خلکو ته پاک او پایدار چاپیریال د رامنځته کولو هڅې هم وکړي. ملګرو ملتونو هم د دغو ګامونو هرکلی کړی دی. د وخت په تیریدو سره به موږ دا وینو چې د پاکې او بیا تولیدونکې انرژۍ په برخه کې به لا زیاته پانګونه کیږي. سږ کال څو میاشتې وړاندې ولسمشر اوباما د کاناډا څخه د تیلو د پایپ لاین پروژه ویټو کړه. د چاپیریال پلوو لخوا یې تود هرکلی وسو، خو په کانګرس کې د ډیرو استازو لخوا غندنه وسوه. داسې ښکاري چې دا ځل به هم د پاک انرژي پلان سخت غبرګونونه راوپاروي او داسې سیاسي توپانونه به راوپاروي چې تر پخوا به زورور وي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن. د سیاسي توپانونو نه ځو
سماوی آفاتونه ته د هند کورنۍ چارو وزارت مرستيال کیرن راجی جو وی چې نن دوشنبه په هیواد کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت ډیر ناوړه دی او شدید بارانونه دوام لري او لامدې عمله یې د ډیر ځاني تلفاتو خبر ورکړل دی. په ټول هند کې د موسمي بارانونو له امله په تیره اونۍ کې څه د پاسه سل کسان مړه شوي دي او په زرګونو کسان د خپلو کورونو نه بیزې شوي دي. د هند ختیځ ایالتونه اوریسا او لویدیز بنگال د کومین توپان او بارانونو زخت ډیر ځپلی دي. خاغلی راجی چو ویل چې د سیلاب ځپلو د ژغورنې او مرستې په هدف باندې د ژغورنې ملي او ایالتي ټیمونه سیمو ته رسیدلي دي. او د فرانسې او برېټانیې ترمنځ په ایرو تونل کې د کډوالو کړکیچ نن دوشنبه هم په داسې حال کې دوام درلودو چې تیره شپه برېټانیې ته د یو شمېر کډوالو د تګ هڅه ناکامه شوه او بیرته د فرانسې بندري ښار کالی کې خپلو خیمو ته راستانه کړل شو. د فرانسې د کار پخوانی وزیر د کلی په ښار کې د مهاجرین د کړکیچ په اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل چې دا مهاجرین ولې برېټانیې ته روان دي. دا ځکه چې هلته خلک د هویت له کارت نه پرته هم کار کولی شي، نو په کار ده چې برېټانیې خپله پالیسي بدله کړي. ایرو تونل سره د لمر د ختلو نه وروسته 14 کلن افغان کډوال مصور نظری ویل چې اوس به ګران وي چې د کټارونه اخوا ورتیر شي او برټانیې ته ځان ورسوي. Now it's very hard. اوس ډیر ګرانه ده. مونږ د کټارو لاندې نشو تیریدلی. کله چې مونږ تر کټارو لاندې تیریدلو هغوی په مونږ باندې اوبه راشیندي او په ډنډو مو زخته ډیر وهي. لا غرو سبیا ټول خلک بیرته افریقا، سودان، ایران او فلسطین ته لیږل کیږي. په دې ډول به مونږ مړه شو. مونږ ژوند نه لرو. مونږ غواړو برېټانیې ته ولاړ شو. او د برېټانیې حکومت ژمنه کړې ده چې د محافظینو او پولیسو د ګمارلو ترڅنګ نور امنیتي اقدامات وکړي چې برېټانیې ته د کډوالو د ورتللو مخه ونیسي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکه په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر پانی، په ویب سټ کې د voanews.com/pakhto پر پانی، په ټوئیټر او د voa افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي. هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. اوس به هم د نړۍ نورو په زړه پورې پېښو ته یوه لنډه کتنه وکړو چې زموږ همکارې رڼا دوراني غورځنګ تاسو ته برابر کړې دي. انګلستان په لندن کې د هوګو ریتسن په نامه یو اکاسه شاهي کورنۍ انځورونه په نوي توګه یعنی په څلور بودي ډول سره اخیستي دي. دا تصویرونه چې تاسو یې هم وینئ د دوهمې ملکې الیزابت، د هغې د لمسی ویلیام او د انګورې کاملې په ډېر مهارت سره اخیستل شوي دي او له څلورو خواو څخه په واضح ډول سره ښه ښکاري. دا څلور بودي عکسونه د وینسور په نامه قصر کې اخیستل شوي دي او د ډېرو میاشتو په ترڅ کې پای ته ورسېدل. جاپان د هانډا د موټر جوړولو کمپنۍ داسې یو روباټیک غړې ډیزاین کړې دی چې له اړو او ضعیفو خلکو سره د قدم وهلو په برخه کې مرسته کوي. دا سپین او تورنګ آله چې ټول وزن 2.5 کیلوګرام ته رسیږي تر ملا تاویږي او بیا د مریض کس له پښو هم پټۍ تاویږي. نو کله چې کس په لارې ځي نو د خپل تکلیف د زیاتوالي او کموالي په مطابق سره نوموړې آله ځان ته عیاروي. د دې آلې قیمت 346 امریکایي ډالره دی او 450 دا ډول آلې تر اوسه پورې خرڅراو ته وتلې دي. او د هانډا د کمپنۍ د مشر په وینا کې نوموړې آله په واقعیت سره د خلکو سره مرسته وکړي. نو د سږ کال د نومبر له میاشتې څخه به د نورو په جوړولو هم پایل وکړي. پاتې د نیوی چې دا آله په برق چارچېږي او پس له چارج څخه شپږ ساعته کار کوي. غزه 14 کلن محمد قراقیاش یو فلسطینی رسامدی د اسرائیل او د فلسطینیانو د جګړې حالات د هنک وڼه خلکو ته نندارې ته وړاندې کړې دي. هغه د حماس او د اسرائیل ترمنځ د جګړې د قربانیانو تصویرونه، د بې کوره شویو، د ټپیانو او ماشومانو حالات په ورانو او ویجاړو کنډوالو کې ترسیم کړي او د هورانو بڼه یې خلکو ته وړاندې کړل. محمد کله چې 15 کلن په رسامۍ شروع کړې او اوس په 14 کلنۍ کې د سلو څخه ډېر هنري آثار رسم کړي دي. هغه ته د عربو د پیکاسو خطاب هم کېږي او هغه د هیلو لري چې یوه ورځ ایټالیا ته ولاړ شي او هلته د رسامۍ د هنر په حق له په اساسي ډول سره زده کړې وکړي. د هغه د رسامیو دا نندارتون د ډریم یا د خیال په نامه هم یادیږي.
او په پای کې په چین کې د دوربي په نامه د ازغلاولې و ډیره په زړه پورې مسابقه هم ترسره شوه. د اسونه تعلیمي اسونه دي او په یو ماین سیمه کې په آزاد توګه ساتل کیږي او بیا د میاشتې یو ځلې خاوندې ورځي خپل اسونه پیژني او ورته د یوې اونۍ لپاره تمرینونه ورکوي او بیا بیرته خلاصو سیمو ته ورخوشې کوي. هر آس نوم لري او کله چې خاوندې د هغه نوم ورته غږ کړي نو سمدستي خپل خاوند پیژني او ورته راځي. لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ د دوربي په لوبه کې لوبغاړو د ځانه خاص مهارتونه کوي او په پای کې یو تر وکولی شو چې په واقعیت سره لوبه پای ته ورسوي او د لوبې ګټونکي اعلان شي. او د آشنا ټلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسوو، خو هیله ده چې د آشنا رادیو ته غوږ شئ چې د خبرو اترو پروګرام یا گفتشنو د پروګرام وروسته په خبرونه کې به ولسته د سهولتونو برابرولو په برخه کې د ښاروالیو په فعالیت او مسؤلیت خبرې وکړي. هیله ده ورته زنګ ووئ. تر بیا په لوی تسپار.